میدونید که در افغانستان خب این روزها درگیری هست و ما هم تو هر برنامه یه نیم نگاهی داریم، چون درس ها میتونیم بگیریم. برای شما من یه عکس گذاشتم اینجا که شاید خیلی عکس جالب و توجهی باشه. یه خورده ببینم بزرگش میتونم بذارم برای شما، بزرگتر از این، و براتون توضیح بدم این عکس رو. یکی از عکس های خیلی خیلی جالب هست عزیزان. بله، این عکسی که مشاهده میکنید عکس 3 تن از کسانی است که الان در موضوع افغانستان با هم درگیر هستند. این رئیس جمهور فعلی افغانستان هست، این سخنگوی طالبان هست و این هم از طرف امریکایی ها در مسئله طالبان و دولت افغانستان ناظر هست، یا طرف امریکایی هاست. به قولی از طرف امریکایی ها در این مذاکرات بین طالبان و بین افغان ها حضور داره. حالا جالب هست که بدونید که هم اشرف غنی هم این آقای شیر محمد عباس سلطان نزکی، یه همچین اسمی داره، شیر محمد بهش میگن، این وسطی طالبانه، و هم زلمای خلیلزادی که از طرف امریکایی هاست، یعنی اشرف غنی، این شیر محمد، زلمای، این 3 تا هر 3 تاشون در دهه 70 میلادی 1975 از طرف اون موقع حکومت افغانستان فرستاده شده بودن بیرون. برای چی؟ برای بورسیه شده بودن که در امریکا درس بخونن. خب خیلی جالب هست، 3 تاشون بورسیه امریکا هستن، 3 تاشون امریکا درس خوندن، 3 تاشون هم تو دانشگاه های خیلی معتبری درس خوندن، و بعد میبینید که این 3 تا با هم درگیرن، یعنی اصلا طرف های درگیر هستن، با وجود اینکه 3 تاشون هم تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک دارن و 1970 در امریکا زندگی کردن. شاید مثلا فکر کنید اینها روشن فکر باشن، این یکیش میشده طالبان، یکی شده اشرف غنی، یکیش هم شده زلمای خلیلزاد. این رو تو کشور خودمون هم دیدم، زمانی که ابراهیم یزدی ها، زمانی که صادق قطبزاده ها، زمانی که مهدی بازرگان ها، زمانی که تمام این کسانی که جواد ظریف ها، اینها فرستاده شده بودند خارج از طرف شاهنشاه در همون امریکا درس بخونن. میبینید یک دفعه بیشترشون هم امریکا، یک دفعه تبدیل میشن به مهره های جاسوسی برای خود همون حزب دموکرات امریکا، برای مافیای گلوبالیستی جهانی، برای اینکه بیان اون کشور رو به هم بزنن. من دارم فکر میکنم اگه فردا ایران آزاد شد اصلا یه نفر رو نفرستیم بره بیرون از ایران درس بخونه. بله، عده‌ای هم رفتن، میهن پرست بودن، درست بودن، درس هم خوندن. من خودم بسیارشون رو میشناسم، بسیارشون از پشتیبانان ملی گرایان هستن، ولی اینکه اینها به راحتی جذب میشن، به راحتی مغزشویی میشن توی کشور دیگه، این مسئله خطرناکه. یا لااقل اگه کسی رو فرستادیم بره بیرون درس بخونه، بره آقا مثلا بشه رئیس کارخونه ای، رئیس چیزی، نه دیگه بیاد تو پست وزارت و صدارت و اینها که بعد بخواد اون افکاری که تو اون مثلا 7-8 سال رفته اون بیرون درس خونده، معلوم نیست چجوری مغزشوییش کردن، چجوری به اختیارش گرفتن، چجوری تو دستشون گرفتن که قشنگ شدن مهره های اونها، مهره های CIA. به نظر من اینا 3 تاشون مهره CIA است. CIA قشنگ اینا رو مهره چینی میکنه، بازی میکنه، یه بار طالبان رو میاره بالا، یه بار اشرف غنی رو میاره بالا، اون زلمای خلیلزاد هم مثلا گذاشته وسط. توی ایران هم این سیستم رو ما دیدیم. تمام این کسانی که رفته بودن به عنوان تحصیل کرده و روشنفکر و اینها، همه جون اومدن اون کشور رو سوزوندن، مثل بازرگان، مثل قطبزاده، مثل ابراهیم یزدی. همه اینا دکترا درس میخوندن تو مقاطع خیلی بالا، دانشگاه های خوب. البته خیلی هاشون هم دوزاری بودن، ولی به هر حال بورسیه شده بودن، یه چیزی از خودشون نشون داده بودن و توانسته بودن برن اونجا. من میگم این قضیه مشکوکه، چون راحت دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی کشور امکان داره که این افراد رو تو دست بگیرن. افرادی که فرستاده میشن به عنوان تحصیل در خارج کشور و قشنگ بشن مهره های اونها. و این قضیه به نظر من قضیه مشکوکی هست و باید خیلی نظارت بشه رو افرادی که بلند میشن میرن خارج درس میخونن. لااقل اینو بشه، این 4 تا دانشجوی میهم پرست خودی که اگه داره میره بیرون درس میخونه رو اینا نظارت کنه، رو همه دانشجوها نظارت کنه، اینا چه میکنن، چه کارها دارن میکنن، به کجاها میپیوندن، یا اون دستگاه اطلاعات امنیت کشور باید قشنگ اینا رو زیر نظر داشته باشه، همینجور ول نکنه به امان خدا برید تحصیل کنید. یا بعد میبینیم که چقدر خائن در همون ارتش پیدا شد. بیشترشون چه کسانی بودن؟ بیشترشون کسانی که تو امریکا دوره دیده بودن به عنوان هوانیروس. غیر از این بود مگه دوستان؟ اون داستان رو براتون خود تو کتاب جعفر شفیزاده آوردم دیگه، کسانی که رفته بودن اینها رو البته گناهی نداشتن ولی خب گرفتن تو دست و بردن لیبی و تبدیلشون کردن به مهره خودی. از یه طرف هم کسانی که تو امریکا دوره دیده بودن، خب اینا میتونن توسط دستگاه امنیتی اون کشور توی مشت گرفته بشن، آتا ازشون گرفته بشه، خریداری بشن. حواس اون دولت باید خیلی جمع باشه سر کسانی که همجور میفرسته بیرون که تبدیل نشن به مهره های یک کشور دیگه. این رو خواستم خدمتتون عرض کنم. نکته‌ای بود که برای من خیلی جالب بود در باب این فرستاده شدگان برای تحصیل به خارج کشور.